کمال جان سلام. منم سلام. خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدی. بفرما خوبی؟ مرسی. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و فالوورهای عزیز باشگاه پرسپولیس، در خدمتتون هستم. خیلی مخلصیم. اوضاع چطوره کمال جان؟ بازی دیروز چجوری بود؟ خب خدا رو شکر اوضاع که خیلی خوبه و شرایط فکر می‌کنم که خیلی خوبه و بازی خیلی خوبی هم انجام دادیم جلوی نساجی. یه مقدار زمین چمنه اذیت میکرد که، ولی خب خدا رو شکر تونستیم که به هر حال امتیاز رو بگیریم، ولی خب مستحق برد بودیم. امیدوارم که تو سه تا بازی باقی مونده بتونیم که بهترین نتایج رو بگیریم و دل هوادارا رو خوشحال کنیم. ایشالله این سه تا بازی باقی مونده ما میتونیم با واسطه بردهایی که به دست میاریم یه سری رکورد دیگه هم بشکنیم، به رکورد چکنی و ماجراجویی ادامه بدیم. بازی دیروز واقعا ما هم یه سرگردان بالاتر بودیم دیگه، خداییش باید آدم بگه بدون هر گونه تعصبی خیلی خوب بودیم. خودت هم که خیلی جنگنده وسط زمین، ولی به قول خودت این چمن مصنوعی سخت بود دیگه. اولین بار بودم سال روی چمن مصنوعی بازی می‌کردیم. بله اولین بار بود. خب اوایل بازی هم روی اتفاق گل خوردیم. خب هرچی که بازی به جلو تعمیرف، خب بچه‌ها خودشونو بیشتر پیدا می‌کردن و شرایط خیلی بهتر میشد. قلق کار دستمون میومد که چجوری تو چند مصنوعی باز کنیم و فکر میکنم 5-6 موقعیت 100% داشتیم. اگه اونا رو میتونستیم که گل کنیم واقعا خیلی خوب شد، ولی خب به هر حال بازی 1-1 شد و 2 امتیاز پرید دیگه. اشکال نداره، انقدر امتیاز جلو هستیم که هر چهار امتیاز از دست بدیم کسی نمیتونه بهمون نزدیک بشه. کما قبل از اینکه بیام سراغ قهرمانی، من یه چیزی میخوام بگم. سالی که ما با تفاضل نایب قهرمان شدیم، اشکای تو و تصویر تو، ناراحتی تو تبدیل شد به یکی از دراماتیک ترین صحنه های تاریخ پرسپولیس. اینقدر که تو خالصانه داشتی اشک میریختی و شاید همون بازی، همون اتفاقا یه نقطه عطفی شد تو تاریخ باشگاه تا امروز با هم بشینیم و در مورد پوکر صحبت کنیم، در مورد اون فصل، در مورد اون بازی و گریات صحبت میکنیم. خب به نظر من اگه بخوایم حساب کنیم، ما اون فصل هم قهرمان شدیم، چون رو تفاضل گل با 2 تا گل کمتر قهرمانی رو از دست دادیم. و اگه بازی مستقیم بخوایم حساب کنیم، ما اون سال استقلال خوزستان رو 2-0 بردیم تو آزادی. بله. و یه مساوی هم تو اهواز کردیم باش. به هر حال اون سال هم خیلی زحمت کشیدیم و ولی متاسفانه نتونستیم قهرمان بشیم. خب اون بازی شرط خاص خودش رو داشت. وقتی بازی تموم شد هوادارامون تشویقمون کردن، واقعا موهای بدن آدم سیخ میشد و یه حس سوالی عجیبی بهمون دست میداد و خیلی کمکمون کردن که بتونیم که تو ادامه راه پرقدرت دار بشیم و بتونیم که این نتایج رو بگیریم. واقعا تو این 4-5 ساله شرایط خیلی سختی داشتیم، ولی خب خدا رو شکر تونستیم که با تمام مشکلات بجنگیم و بتونیم که حقمون رو تو زمین بگیریم و خدا رو شکر تو این چند سال این جام رو گرفتیم و به هوادارمون هدیه دادیم. مرسی. کدومه که از این جام ها بیشتر بهت مزه داد؟ کدومش حس سوال بهتری داشت تو این 4 تا؟ همش واقعا یه خاطره است و هر سالش واقعا یه لذتی داره. تو پرسپولیس بازی کردن که خودش واقعا یه لذتی داره. حالا بخوای جام هم بگیری که اصلا چند برابره. واقعا هر سالش واسه من یه لذتی داره و تو این 4-5 ساله که بازی کردم، من فکر می‌کنم پارسال هم دبل کردیم، خیلی خوب بود، تونستیم جام ورزی هم بگیریم. امیدوارم که امسال سوپر جام هم گرفتیم دیگه بعدش، یعنی هتریک کردیم. آره هتریک شد. امیدوارم که امسال بتونیم جام ورزی رو هم بگیریم و دبل کنیم و من فکر می‌کنم باید یه برنامه‌ریزی خوبی کنیم که ایشالله تو آسیا نتیجه بگیریم. حالا حتما در مورد آسیا هم صحبت می‌کنیم. کمال یکی از بازیکنایی که خب از بچگی طرفدار پرسپولیس بوده، طرفدار متعصب پرسپولیس هم بوده، به واسطه حالا فاصله کمی هم که محل زندگی کودکیش با ورزشگاه کارگران داشته، خب خیلی به ورزشگاه کارگران میرفته. کمال اون روزا فکر میکرد که یه روزم خودت که بازیکن پرسپولیس بشی بقیه بیان که تو رو ببینه؟ خب واقعا فکرشو نمیکردم، ولی خیلی دوست داشتم پرسپولیس رو و زمان آقای پروین بود میرفتم کارگران با بچه محله اون تیم رو تشویق میکردیم و خاطرات خیلی خوبی داریم. من سمت اون محله که میشستیم سمت یافتاد بود، دو سه تا زمین خاکی خوب بود که
واقعا فوتبالیسته خیلی خوبی همون منطقه روش کردم و واقعا فکرشو نمی کردم که روز بیام پرسپولیس بازی کنم و قهرمان بشم و اصلا، ولی خب آرزوم بود که فوتبالیست بشم. بازیکن محبوبت کی بود تو اون دوران؟ خب علی آقا کریمی، واقعا من بازیشو می دیدم، حتی اون گلی هم که به سایپا زد کنم با آقای غلامپور زد، بله. خیلی خاطر سال 79 بود اگه شما اکثر بازی ها رو استادیوم می رفتم، خب خاطرات خیلی خوبی دارم. یکم سوالا رو حالا متفاوت‌تر بکنیم. تو این چند وقته خیلی خب این پوکره خیلی رو اذیت کرده دیگه حالا، و خیلی ها سعی کردن حرفای متفاوت بزنن. به نظرت این پوکره حاصل چی بوده؟ حاصل کمک‌های از بیرون بوده؟ آیا حاصل همدلی خودتون بوده؟ یا اینکه حالا شانسی بوده یا هر چیز دیگه؟ نظر خود چیه؟ والا خب تو این چند ساله واقعا هر تیمی اومده جلوی ما بازی کرده با 200 برابر توانش اومده جلوی ما بازی کرده، توان گذاشته، یعنی جلوی ما ظاهر شده و من فکر نمی کنم که واقعا یه حرفای پوچ و نادرستیه که بخوان در این قهرمانی های ما بزنن. ما اصلا به این حرفا توجه نمی کنیم، مهم اینه که خودمون تو خودمون حالمون خوبه، یعنی با این نتایجی که گرفتیم و امتیازهای جدول مشخصه که پرسپولیس تو این چند سال چقدر پرقدرت و قوی ظاهر شده. و من اینجا میخواستم یه تشکر از آقای برانکو بکنم که واقعا این جایگاه رو تونست درست کنه، و یه تشکر ویژه هم از آقای عیا بکنم که این تیم رو زمین نموند و اومد این تیم رو گرفت و به اون جایگاه واقعیش رسوند. واقعا تیم با یحیی فراتر از حد انتظار بود، یعنی بردای پشت سر هم همه مدعیا رو بردیم، به جز یه تیم که اونم حالا نشد که ببریمش، همه مدعیا رو بردیم و واقعا فکر کنم روزای پرسپولیس با یحیی خیلی خوب ادامه پیدا کرد. کلا کار کردن با آقای یحیی چجوریه؟ خب من با آقای یحیی نفت تهران هم کار کردم. خب یه مربیه که واقعا وقت میذاره، تایم میذاره، زحمت میکشن، کادر فنیشون یعنی آقای مطهری، آقای فنایی، دکتر تیمون آقای کریم، واقعا دارن زحمت میکشن، یعنی هر روز 3-4 ساعت قبل تمرین میان اونجا برنامه ریزی میکنن و مهمترین چیزشون فهم میکنم که با بچه ها خیلی راحتن و بچه ها رو درک میکنن، بچه ها هم باهاشون راحتن، تونستیم که این نتایج رو بگیریم. من فکر میکنم که اگه بتونیم از آقای یحیی تو سالهای آینده حمایتش کنیم، واقعا حرفای زیادی واسه گفتن داریم، حتی میتونیم یه برنامه ریزی خوب کنیم تو آسیا نتیجه بگیریم و امیدوارم که 100% همینطور هم از هوادارمون حمایت میکنن و ما بچه هم واقعا پشت آقای یحیی هستیم که بتونیم بهترین نتایج رو از پرسپولیس بگیریم. ایشالله. همچنان مصاحبه رو با کمال ادامه خواهیم داد. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، از همینجا در خدمت شما هستیم. میخوایم سوالات یه ذره. خب شب شما بخیر بینندگان درجه یک رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس. من این نکته رو یادم رفته بگم که شما میتونید از فرصت‌های تبلیغاتی رسانه باشگاه پرسپولیس برای معرفی کسب و کارتون استفاده بکنید و قطعاً پرسپولیس شما رو مثل خودش شبیه به یک قهرمان معرفی میکنه، هم از طریق برنامه‌هایی که ساخته میشه، هم از طریق فضاهای محیطی که در اختیار باشگاه پرسپولیس هست. شما میتونید مشارکت داشته باشید و کسب و کارتون رو معرفی کنید. همچنان در خدمت کمال کامیابی‌نیای دوست داشتنی هستیم و میخوام گفتگو رو باهاش ادامه بدیم. کمال، بازیکن ها میگن که با تو خیلی خوش میگذره، میگن کلا آدمی هستی که کنارت حس و حال خوبه، اینجوریه واقعا؟ خب خدا رو شکر رابطم تو این چند ساله با همه بچه ها خوب بوده و یه ارتباط خیلی خوبی برقرار کردم، امیدوارم که همینطوری ادامه دار باشه دیگه. الان صمیمی‌ترین دوستت کیه توی تیم؟ با کی هم اتاقی تو اردو به شبا کی هستی؟ خب من با مهدی شیری هم اتاقم، ولی خب با همه بچه ها خیلی رابطم خوبه، با سید، شجاع، سیامک نعمتی، وحید امیری و محمد انصاری، با همه اوکی هم. خدا با مزه ترین بازیکن پرسپولیس کیه؟ مهدی شیری. اصلا شک نکنی. چرا؟ خاطره بگو برامون ازش. خاطره که خب مهدی خوب میرقصه، همه بچه ها در جریان هم.
و وقتی بحثش خوبه. آره بازی ها رو می‌بریم. یه برنامه بریزیم واسه جشن قهرمانی که استفاده کنیم دیگه. آره آقا کریم هم دوست داره رقص میتی شیری و بازی ها رو می‌بریم. میتی سنگ تمام می‌ذاره. تو اردوها تو اتاق کلاسی تمرین می‌کنه؟ نه تمرین نمی‌کنه. میتی همش خوابه تو موقعی که تو هتل هستیم خیلی می‌خوابه، ولی کلن بعد بردایی که میاریم واقعا اصلا یه کارهایی میکنه که جذاب و همه دوستش دارن. پس آقای مهدی شیری شما باید حتما هوادارا رو هم از هنر خودت مطلع بکنی، نشون بدی، به معرض نمایش بذاری. رو سکوی قهرمانی منتظر هستیم که ایشالله با حرکات موزون ما رو هم به وجه بیاریم. بیمزه ترین بازیکن پرسپولیس کیه؟ کی اصلا بی‌نمک‌تره؟ همه نمک دارن ولی خب نداریم بیمزه واقعا. قبلا داشتیم؟ دیشب محسن عبیفه گفت یه نفر بوده که رفته الان نمیدونم اسمش هم برد، گفت احسان البان زاده. بعد نه اونم شیرینی خاص خوش رو یه موقع مثلا یه تیکه های بیمزه مینداخت. حالا کمال اوزاد تو خونه با خانواده چجوریه؟ پدر خوبی هستی؟ کمند راضیه از رابطه یه پدر و دختری که دارید؟ خب شرایط سخته، ما همش تو اردو و هتل و مسافرتیم و واقعا با فوتبالی زندگی کردن خیلی سخته. حالا هر موقع میرم سر تمرین کمن یه رو 20 دقیقه باید باش بازی کنم، حتما یه گولش بزنم بعد برم سر تمرین. خدا رو شکر خوبه، وقتی تو خونه هستم تا اونجایی که میتونم باش بازی میکنم و حالا دیگه وقتی میریم اردو دیگه بیشتر تصویری صحبت میکنم که دیگه اون دلتنگیه زیاد نشه. چمن الان پرسپولیسی شده، یعنی فوتبالو میشناسه، میشنه بازیاتو ببینه یا نه؟ پرسپولیسی یعنی لباس پرسپولیسی داره قشنگ، سری هم قشنگ رفته بود چهار نشون داده بود، میگه من چهار تا جام دارم و کلی خوشحالی میکنم. الان آره راست میگه دیگه، چهار تا جام شد و از خیلی ها جاماش بیشتر شده. ما یه خاطره من بگم، ما پارسال بود فکر کنم یه مراسمی بودیم با کمال و دو تا از بازیکن‌های دیگه، یه بعد از قهرمانی فصل پیش بود تو یکی از هتل‌های تهران و کمال هم اتفاقا بود من. اونجا ما کلی کری خوندیم، یکی دو تا از پیشکسوتای استادام بودن، من اون بالا دیگه منتظر بودم منو دیگه با سنگ بزنن، چون من اون روز خیلی کری خوندم، خیلی هم قهرمانی‌های کمال و به روخشون کشیدم. پلی‌استیشن اینا بازی میکنی یا اهلش نیستی؟ پلی‌استیشن بازی میکنم ولی خیلی کم، ولی اونطوری نیستش که همش تایم همو بذارم واسه پلی‌استیشن. کمن نمیذاره اصلا، بعضی موقع میخوام بازی کنم دستا رو پرت میکنه. الان فکر کنم کل کارتون های دنیا رو دیدی دیگه، حفظی همه رو. آیا کارتون نمیبینی کمن؟ عاشق باب اسفنجیه کمن. همه قسمتش هم خودت دیدی دیگه. آره حفظی. بعد اهل فیلم و سریال و اینا هم هستی یا نه؟ فیلم و سریال آره خارجی دنبال میکنم، دو سه تا فیلم خوب دیدم و تو این ایام کرونا که همش تو خونه بودیم و جایی نمیرفتیم دو تا سریال خارجی رو تموم کردم. میشه بگی چیا رو؟ یادت هست اسمشون رو یا نه؟ خب یکیشو میگم وایکینگا بود، خب اون یکیشو نمیگم. نمیگی؟ نه اون یکیش هم سی بود، سریال سی بود، جفتشون خیلی سریال های خوبه. کمال کلن تو یه وقتایی هم با اخراجات بد جوری تیمو بردی تو فشار، تا حالا شده بگی با خودت ای وای الان همه چی به هم میریزه، کاسه گذار همه میشونه سر من؟ یه بازی آسیایی بود جلوی علی بود فکر کنم. خب من چهار بار اخراج شدم فکر میکنم، دو بارش یعنی تو جریان بازی بود و دوبارش سر اعتراض و چلنج با بازیکن تیم حریف داور به هم کارت داد و اخراجم کرد و خدا رو شکر تو این چهار تا بازی هم تونستیم خوب نتیجه بگیریم، یعنی بردیم. و به هر حال اون پستی که ما بازی میکنیم درگیری خیلی زیاده دیگه و ناخواسته تو درگیری قرار میگیری و باید واقعا اونجا درگیر بازی کنی. و حالا خدا رو شکر که تو اون چهار تا بازی که اخراج شدن تونست تیم نتیجه بگیره. خوبم گل میزنی کلا، فکر کنم تو لیگ برتر 15 تا گل زدی برامون تو این چهار لیگ برتر که بیشتر گل زدم، ولی تو پرسپولیس فکر می‌کنم 15 تا گل زدم و نه برای پرسپولیس هم میگم بله 15 تا گل زدم و
میتونستم بیشتر از اینا بزنم، ولی خب متاسفانه مصونیت باعث شد که زری کمتر. ولی در جریان باش که کلا یه گل دربی به ما بده کاریا. آره حتما، یه دربی هم بود که سر میتونستم بزنم، آخرین لحظه سرمو چرخوندم و توپ رفت بود. بهترین گلی که زدی توی این مدت کدومش بوده؟ خب کدوم به خود بیشتر چسبید؟ گلام همش چسبیده. خب گل بازی، اولین گلم تو پرسپولیس بازی با سپاهان خیلی دوست داشتم و گل بازی با سایپا. گل بازی با سایپا رو تو تخشی زدی از پشت اجازه زدی. یه گلم من خیلی دوست داشتم، گلی که به تراکتور زدی. تراکتور توی تبریز. توی تب. آره اونجا بعد مصونیت هم بود، اولین بازی اومدم تعویضی تو و تونستم گل دوم بزنم، 2-1 بردیم، خیلی خوب بود. گلی که به سایپا زدی رو من داشتم از طریق اون موقع تلویزیون پرسپولیس بود گزارش می‌کردم، گفتم که یه آر پی چی می‌زنه به سبک کریم آقری، اون گلی که به سایپا زدی از پشت ایجا و واقعا گل فوق‌العاده بود. اون بازی هم حیف شد نبردیم. نمیدونم این تصاویر رو داریم الان بچه‌ها، میتونیم تصاویر خاطر انگیزی که از کمال داریم، مثل تصاویر تو این 3-4 سالی که بودی تو پرسپولیس حضور داشتی داریم در قالب یه فیلم، اونو میبینیم برمیگردیم صحبتمون رو به کمال ادامه میدیم. روسی بگویم بدنسازی چی بود داستانش؟ خیلی سفت و سخت گرفته بود مارکو فکر کنه. واقعا سخت بود، یعنی هر سالی که باقای برانکو بدنسازی میکردیم واقعا اصلا خیلی سخت بود. اردوی کرواسی هم که یه جوری شده بود، اون بازیکن جدیدایی که اومده بودن تو تیم میگفتن شما چجوری با اینا تمرین میکنید، یعنی واقعا حس میکردن که تمرین چجوری رو تمرین کردن با آقای برانکو. اونجا هم که دیگه هم هتل خیلی خوبی داشتیم، هم آب و هوای خیلی خوبی بود و خیلی فشار میورد، با تیمای قلوری هم بازی کردیم و اردو خیلی خوبی بود و تونستیم که ثمرش آخر فصل بگیریم دیگه. بسیار عالی. کمال میخوام مثلا یه تصاویر با هم ببینیم، مثلا یه عکسی که مربوط به شماست، من میخوام روی هر تصویر توضیح بدی، هر چیزی که به ذهنت میرسه در مورد این تصاویر بگی. اگه حالا بچه‌ها آماده بکنن در موردشون صحبت میکنیم از دوران مختلف زندگی تو. اول در مورد این عکس، اینو خودت استوری کردی نه؟ آره. یه ایموجی خندم گذاشتی. خب من عکس بچگی زیادی دارم که هیچ کدومو حالا زیاد ندادم بیرون، ولی خب اینو فهم کنم دائم بود تو کشور هلند، اونو پیدا کرده و رو آلبوم گذاشته بود و منم خوشم اومد. چند سال گرفتم گذاشتم اینجا فکر میکنم که اولوش 5-6 سالم. شیطون بودی بچه گیت ها؟ میخوره که شیطون باشی، یعنی قیافت قشنگ معلومه که یه شیطنت درونی داری. عاشق اون شلوار پیشمندی هم من هستم. موقع مود بود دیگه، خیلی خوب بود. حالا تصویر بعدی هم اگه ببینیم، نظر در مورد این تصویر برانکو؟ واقعا مثل پدر بود، من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، خیلی زحمت کشید واسه باشگاه پرسپولیس، امیدوارم که واقعا حفظ شد رفت دیگه، یعنی باید از آقای برانکو حالا تا اونجایی که میشد استفاده کرد، بعدش میتونستن تو تیمای پایه به نظر من استفاده کنن و خیلی از تجربیاتش استفاده ببرن، ولی خب به هر حال حفظ شد. واقعا خاطره از برانکو داری که جای نگفته باشی؟ خاطره خاصی؟ خب بهترین خاطره خیلی دارم با آقای برانکو، ولی اون حرفش که گفت قبل بازی با علی بود توی دوبه، گفتش که کمال با یک کتفم واسه ما بازی میکنه، واقعا یه قوت قلب بود واسه ما. حالا به داستان کتفت هم میرسیم. اینم کمند خانوم، کدوم بازیه داری؟ فکر کنم توی امارات بازی با الهلال بود که من اون بازی توی عمانه، درسته؟ عمان نه بازی با الهلال بود که ما متاسفانه اون بازی باختیم و محروم بودم. رو تصویر قبلی برگردی زده درمانی کمان با صحبت کنیم، خیلی که حواسش به بازی نیست دیگه طبیعتا، شما رفتی تو آره. با تمرکز بالا تو بازی کمان اونجا داره شیطونی میکنه دیگه. خیلی خب من اکثر سفرها خانواده هم میبودم، چون واقعا یه تایمی بود که هر 4-5 روز بازی میکردیم و خیلی من خونه نمیشد بمونم، ولی تا اونجایی که میتونستم کشورهای
دبی و قطر اینا میبردم که حالا کنارم باشم. خیلی هم خوبه، خیلی تیمای اروپایی هم این کارا رو میکنن دیگه. مثلا حالا برای دوره‌های طولانی مدتی که میرن تو اردو خانواده همراه بازیکن‌ها هستن. تصویر بعدی هم ببینیم، کتف معروف خدا رو شکر امسال گوشی شیطون کر بدون آسیب دیگه کتف دی شد. اون عمله فکر کنم آره خب من دستم کپسولی دستم پاره بود، یعنی بود که کپسولی دست پاره بازی میکردم و یعنی جراح هم بهم میگفتش که شاید با محکم ترین ضربه بخوری زمین هیچ اتفاقی نیفته، ولی با ساده ترین ضربه مثلا اون دستیه دیگه دقیقا. جلوی فولاد بود فکر کنم، به نساجی شرایط هم هر موقع میامد خوب بشه و رو فرم های ایدال میامدم دست اذیت میکرد دیگه. ولی خب خدا رو شکر با عملی که انجام دادم میکنم که خیلی بهتر شدم و هنوز اون چیزی که میخوام نشدم مثل سالهای گذشته، ولی بازی به بازی دارم بهتر میشم و اون اعتماد به نفسه داره برمیاد. انشالله واسه بازی آسیا چمپیونز لیگ در اوج آمادگی باشی، چون خیلی بهت نیاز داریم. و من فکر میکنم با توجه به اینکه ما بازیامون داره برگزار میشه از لحاظ شرایط بدنی واسه بازی آسیا نسبت به رقبا شرایطمون ممکنه بهتر باشه، چون لیگاشون تعطیل شد دیگه، ولی ما داریم بازی میکنیم. حتما اینطور امیدوارم حالا کادر فنی هم یه برنامه‌ریزی خوبی بکنه و بتونیم که تو فرم ایدئالی باشیم تو اون بازی. عکس بعدی ببینیم. اینجا فکر میکنم که قطر بود، اردو نیم فصل بود و شجاع هم کار شجاع بود. تلافی کردین اون برایش؟ نه و متاسفانه شجاع تولدش یه تایمایی میشه که فکر کنم لیگ تعطیله یا یه جوری نیستش. خب امید نداریم، میتونی برید دم خونهش تا در باز میکنه. یعنی قطعا اینو تلافی میکنه، کیکو بفرست تو صورتش. خب بالاخره شجاع هم خب کلا آدم خیلی شوخ و جذابیه. بریم تصویر بعدی. اینم آخرین اخراجت دیگه؟ دقیقاً. خیلی سختگیرانه نبود این اخراجه؟ من فکر میکنم با یه ذهنیت قبلی اصلا میخواست بهم کارتو بده، چون توی یه صحنه کورنرم بهم همینطوری گفتش که بهت کارت قرمز میدم. گفتم یعنی چی؟ گفت نه بهت میگم کرونا. بعد بهش خندیدم. اصلا تو اون صحنه هم دو سه تا بازیکن جلوش بودن، قشنگ من دیدمش، یعنی بلافاصله تا این اتفاق افتاد سری کارت قرمز رو در آورد. خیلی سختگیرانه بود، ولی خب حالا کارشناسای برنامه گفتن که قانون جدید اینه که پا انقدر بالا بیاد قرمزه. ولی خب مثلا بازی با فولاد اوایل بازی هم بود، پشت 18 قدم یه سان کردن، توپ خورد توی پهلوم من. هرچی قسم آیه گفتیم آقا توپ خورده پهلوم، با کمک داوره گفتش که نه هنگ شده. بعد فیلم رو نگاه کردن دیدن که اصلا به دستم اصابت نکرده. خیلی راحت اونم میتونست مثلا اگه تو محوطه بود پنالتی بگیره. بله. ولی نمیدونم دیگه، حالا مثلا یه سری اتفاقا میفته کارشناسا حمایت میکنن خیلی راحت، ولی اون صحنه‌هایی که اصلا خطا نیست اصلا به راحتی رد میشن. تو اون فصلی هم که نایم قهرمان شدیم دو سه بار این اتفاق افتاد دیگه، یعنی تصمیم‌های اشتباه یه بار فکر کنم دقیقاً من فکر می‌کنم 4 5 تا داور یه بار 5 تا داور تو اون فصل 4 5 هفته محروم شدن و سلیقه‌ایه دیگه، حالا زیادم نمیشه چیز کرد، ولی خب باید بهشون احترام بذاریم دیگه. تصویر بعدی اگه هست. این بازیه واقعاً بازی جام باشگاه خیلی عالی شد، بازی فینال دور رفته دیگه. ما اون سال پنجرهمون بسته شد، قطعا اگه 3-4 تا بازیکن خوب داشتیم، یعنی واقعا اون سال همه بازیکنان خوب بودن به اون جایگاه رسیدیم، میتونستیم که قهرمان بشیم، چون ما تو 4 تا نیمه یه نیمه رو باختیم و قهرمان نشد. یعنی من فکر کنم این بازی اگه اون ضربه علیپور اون دقایق تو دقیق گل میشد کلا شرایط عوض میشد و برق برمیگشت. ما نیمه اول تو ژاپن خیلی خوب بازی کردیم، بعد دیگه نیمه دوم اصلا بدنامون افت کرد و تو همون نیمه بازی رو باختیم و تو آزادی هم هر کاری کردیم دیگه زورمون نرسید. سیامک هم اخراج شد اون بازی فکر کنم. بله سیامک هم اخراج شد. بازم عکس داریم این آخریشه. این عکس خب این پدر من هستم و این رفته بودیم مشهد و یه رستوران بود اونجا یه عکس گرفتم.
همینجا حالا اگه نگاه میکنه سلام عرض میکنم. پدرم پرسپولیسی هستن یا فوتبالی نبودن کلا؟ نه فوتبالی بودن، پرسپولیسی هستن. قطع خانواده ما کلا همه پرسپولیسی هستن. بازم تصویر داریم. خب حالا تا بچه ها آماده بکنن تصویر بعدی رو صحبت بکنیم در مورد شرایط، در مورد آسیا نظر چیه؟ فکر میکنی که شرایط همون چجوری از گروه صعود میکنیم انشالله؟ خب شرایط سخته، اگه از الان بخوایم بگیم که صعود میکنیم یا حرف دیگه بزنیم که حالا نمیشه گفت، ولی خب به هر حال باید اون تایمش برسه، کادر فنی و باشگاه بتونن یه برنامه ریزی خوبی کنن و بتونیم که حالا ایشالا برنامه ریزی داشته باشیم که اونجا نتیجه بگیریم. من فکر میکنم که این پرسپولیس پتانسیل اینو داره که تو آسیا نتیجه بگیره و عکس قشنگ اینم پریناش. این همون چهار هست که گفتی ها؟ آره دیگه یاد گرفته بود، میگو من چهار تا جام دارم و قشنگ نشون میداد. خودت هم چهار، یه عکس خیلی خوبم دیدم ازت بعد از بازی که قهرمان شدیم که دارید لوگوی پرسپولیس رو میبوسی و چهار نشون میدی، خیلی عکس جذابی بودونه. خب به هر حال تو این سالها نتیجه خیلی خوبی گرفتیم، واقعا خیلی زحمت کشیدیم. آقای اخلاقی شاید کسی از بیرون میبینه میگن اینا حالا کمک میکنن این برامون، ولی این چیزی که تو خود تیممون، خود بچه‌هامون، هوادارامون میدونن، خیلی اذیت شدیم و مصونیت‌های زیادی بوده، مشکلات مالی فراوان و مدیریت عوض شده و این بازیکن‌ها بودن و کادر فنی اون بودن که زحمت کشیدن. حالا تونستیم که این نتایج رو بگیریم. کسی اون سختی‌ها رو نمی‌بینه، ولی حالا ما یه چهار نشون میدیم، همه فکر میکنن که این چهاره چقدر راحت و ولی نمی‌دونن که چقدر سختی کشیدیم. این چهاره جذاب‌تره یا اون چهاره دربی، چهار تا گلی که زدیم تو دربی؟ من فکر می‌کنم این چهاره جذاب‌تره. این جذاب‌تره چون میمونه تو تاریخ پرسپولیس، البته اونم میمونه، ولی خب به هر حال این فکر می‌کنم یه چیزیه که یک فصل شما زحمت می‌کشید و این جام می‌گیری و تو این یک فصل واقعاً سختی‌های زیادی می‌کشی تا به این جایگاه برسی. کمال فکر می‌کنی کی دوم میشه؟ خب سه هفته دیگه مونده و به هر حال استقلال، تراکتور، سپاهان و پدیده، حتی فولاد هم شانس دارن، ولی خب من فکر میکنم که بازی های استقلال ذره آسان‌تر باشه و سخته بگم، ولی خب چهار پنج شد تیم همه شون شرایط خیلی خوبی دارن. فولاد هم من فکر میکنم تیم خیلی خوبیه و میتونه دوم بشه چون یه بازی عقب افتاده هم داره. خب سوالمو یه جور دیگه بپرسم، دوست داری کی دوم بشه؟ من خودم دوستم فولاد دوم بشه. فولاد دوم بشه. چون واقعا هم تیم خوب و دوست داشتنیه تو این هفته هم، مثلا تو حالا نیم فصل دوم بعد از این تعطیلات کرونا واقعا خوب بازی کردن. بله خوب نتیجه گرفتن. مثلا هم پوشن دیگه حالا اینا. امیدوارم که حالا موفق باشه. خب خب همونجوری که دوستان من دارن اشاره میکنن گویا ارتباط اینستاگرامون قطع شده، به زودی قطع میشه چون یه ساعت پر شده، اما همچنان از طریق اپلیکیشن پرسپولیس و صفحه آپارات پرسپولیس میتونید بیننده برنامه ما باشید. فکر کنم بعد یه فاصله بگیریم، حالا برمیگردیم و صحبتمون رو ادامه میدیم.